پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون. به هر حال این رجوع ها نامشروعه و غلطه و مردم نباید رجوع کنن. مشکلات رو از راه خودش باید حل کرد. اگه مشکل جسمی داره از راه پزشکی، اگه ناعلاجه، اونجا جای دعا مناجاته، جای استغاثه است، جای توسله که در منبعی مثل منبع مفاتیح الجنان هست که نوعاً قابل قبول هست که از این راه ها انسان ها افراد متوسل بشن. رجوع به این افراد دچار درد سر میکنه و اگر کسی رجوع کرد صد میخواد باید خودشو شماتت کنه. به هیچ وجه دین تایید نمیکنه، بلکه رد میکنه. حالا این افراد هم البته دستجات مختلف دارن. من دارم اون موردایی رو میگم که واقعا با جن در ارتباطن، یه کارایی هم انجام میدن، نتایجی هم ایجاد میکنن، اما این شیطانی. حالا یه دیگه هم هستن که به فریب و دروغ اصلا این ارتباط هم نیست، اما به عنوان یه دکان، به عنوان یه راه کسب و به هر حال ترفندهایی که بلدن به هر حال ایجاد جاذبه میکنن. اینها دیگه به طریق اولا مثلا افراد کلاش و شیادی هستن که باید از اینها پرهیز کرد، نباید سراغ اینها رفت. خب این تذکر کلی. ما سوالاتی مطرح میشه، مثلا مکرر سوال شده من که مثلا الان به خصوص خانم ها سوال میکنن، میگن خب ما الان مدت هاست منتظریم، خواستگار نمیاد. اطرافیان میگن که لابد وقت شما رو بستن، میگن ما سنمون داره بالا میره، خب چه کار کنیم، خب تا کی منتظر باشیم. خانواده های متدین بعضا از نوامیسشو سوال میکنن. این نوع اینها با اصلا بخت بستگی معنی نداره. ما خودمون وقت خودمون رو بستیم. متاسفانه در امر ازدواج جامعه ما یک کمبود اساسی داره، کم همتی گستردهی در میان جامعه و مسئولی وجود داره نسبت به اصلاح امر ازدواج. ما سال 75 7 میلیون دختر پسر در سن ازدواج داشتیم، سال 85 شد 14 میلیون. یعنی قدم جدی بر نداشتیم. توقعات زیادی که خانواده دختر داره از پسر. پس بخشی هم ربطی به این بحث سحر و جادو و این حرفا نداره که اکثریت موارد هست که باید خودمون گره گشایی کنیم و همت به هر حال مضاعف داشته باشیم، تلاش کنیم و تا این گره ها برطرف بشه. اینها